به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. به خبر ده خوش اومدید. سرخط خبرها. جان باختن 6 تن در نتیجه آتش سوزی در کابل. این آتش سوزی بیش از 1,200,000 دلار نیز زیان وارد کرده. تلفات جانی تا هنوز 5 یا 6 نفر به دست آمده. ما فکر میکنم 7 نفر بالا نیست، همین اندازه باشه و زخمی ها تقریبا 9 نفر هستند. اعدام 13 شهروند افغان در یک ماه پسین در ایران. شماری افغانان اعدام شده در این کشور پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان به 90 تن رسیده. اسلامی امارت تانیدل است تر چلور زور شوخا پوری افغان زندانان سپیران که زندانی و اغرا انتقال کی ولا هم علی زل روان دي سي دغه وزت سپیران کی افغان ماجرینو سره روان ده تغییر وکي. شکایت باشندگان چمن از مسدود ماندن گذرگاه چمن سپین بولدک. اعتراض کنندگان ادعا میکنند که حکومت پاکستان تلاش دارد تا باشندگان این منطقه را از لحاظ اقتصادی آسیب برساند. هغه گل غوندي ماشومان چې د هغوی د خوراک څښاک بندوبست ختم سوی دی او د هغوی د سکولو د دارو د درمل بندوبست ختم سوی دی و افزایش شمار جان باختگان از سیلاب‌های اخیر در اسپانیا. من حامد بهرام هستم با مشروع خبرهای این ساعت از طلو و طلو نیوز. رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه میگوید که در پی آتش‌سوزی دیشب در یک شرکت گاز در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان 6 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخم برداشتند. اما اداره ملی مبارزه با حوادث آمار ابتدایی جان باختگان را 2 تن و زخمیان را 26 تن عنوان کرده. به گفته مسئولان این اداره این آتش‌سوزی بیش از 1,200,000 دلار زیان وارد کرده. خسارات برجا مانده از آتش سوزی شنبه شب در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ظاهرا دیده می شود. هر آن چیزی که در نزدیکی محل آتش سوزی بوده این گونه تومه آتش شده است. برخی از گواهان این آتش سوزی چشم دید و خواستهایشان را از حکومت سرپرست این گونه بیان می کنند. تقریبا شوی نمی رقم حالات شروع بود که یک دبه که انفجار می کرده به گاز اونو ختم میشد، آتش سوزی خاموش میشد، پس دوباره یک حالت میامد که یک دبه دیگه انفجار میکرد یا بالون بود یا چی بود. شما دیدین که طرف بالون های گاز بسیار زیاد است. حکومت نه زمان دا درخواست چی دا شرکتونه دیدی خاریه و نه دیدی کورون و زینه لگلری ویسی دشتو تا دی ویسی دا خو نورم دا شندیر حدیثون شویدی. نورالله انصار رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه میگوید که در پی آتش سوزی شنبه شب در این شرکت گاز حدود 6 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخم برداشتند. تلفات جانی تا هنوز 5 یا 6 نفر به دست آمده. ما فکر میکنم 7 نفر بالا نیست، همین اندازه باشه و زخمی ها تقریبا 9 نفر هستند و مالی تا هنوز ما به نهایی نرساندیم. تیم سروی ما فعلا سروی میکنه. اما اداره ملی مبارزه با حوادث میگوید که در این رویداد بر اساس ارقام ابتدایی 2 تن جان باختند و 26 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره تاکنون این آتش سوزی بر اساس آمارهای ابتدایی بیش از 1,200,000 دلار زیان وارد کرده است. مالی تلفات دیر سوی دیگه خود مرکز دا گاز و شرکت و چه آقا اغه سبب او لامل دا و چې اغه وره هیڅ بیا موږ سروي روانه کړی ده چې اغه اصلي حقیقت معلوم کو. اما برخی از افراد که در شماره از این شرکت ها سرگرم کار بودند نیز میگویند که در پی این آتش سوزی ده ها هزار دلار زیانمند شدند و خسارات هنگفته به آنان وارد شده است. اینجا تقریبا پشت سر شرکت دیگه شرکت پایپ سازی هستند شیلینگ دو تقریبا 3 نفر شهید شده بودند، از آدمی آتش گرفته بودند، لمبه گاز رفته بودند دمی و دیگه 2 نفر اینجا تقریبا به شهادت رسیده بودند. زخمی ها 3 تا در شرکت ما زخمی شدند. در این موضوع خسارت مالی ما مثلا در حدود 160,000 دلار یا 100 همین چیزا، مثلا 1000 تا بال ممکن داره چون سنجش نمشه. در این موقع کردم بسنجه سنجش کنه.
این آتش سوزی شب گذشته نزدیک به 5:30 شام شنبه شب آغاز شده و تا 4 صبح روز یک شنبه ادامه داشته که در نتیجه آن چندین شرکت به شمول شرکت گاز، سبد سازی و دیگر شرکت ها زیانمند شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش از اعدام 13 شهروند افغان در یک ماه پسین در این کشور خبر داده است. در این گزارش همچنان آمده که در 10 ماه نخست سال روان میلادی 49 شهروند افغان به اتهام های گوناگون اعدام شدند که بر بنیاد ارزیابی های این نهاد شمار افغانان اعدام شده در این کشور پس از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان به 90 رسیده. امارات اسلامی میگوید که در تلاش گفتگو با مقام های ایرانی برای انتقال زندانیان افغان به افغانستان هستند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش اعلام کرده است که در یک ماه پسین میلادی 13 شهروند افغان در این کشور اعدام شده است. بر بنیاد گزارشی نهاد شمار زندانیان افغان اعدام شده در این کشور رو به افزایش بوده و تعداد آنان در 3 سال گذشته به 90 رسیده است. در این گزارش آمده است که در 10 ماه نخست سال روان میلادی 49 افغان به اتهام های گوناگون اعدام شدند. هر کشوری قوانین خودش داره، یعنی اتباعی غیری از او کشور زمانی که وارد میشه او باید از او قانون اطاعت کنه، در غیر اون اگر مخالف قوانین کار کنه تبعیض که مجازات میشه. امارت اسلامی میگوید که در تلاش گفتگو با مقام های ایرانی برای انتقال زندانیان افغان به کشور هستند. معاون سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که تا اکنون نزدیک به 4000 زندانی افغان از ایران به کشور انتقال یافته است. حد صدا که اوسی لیرانی لوری سر توافق تو رسید و ترسو آقا بندیان سی با ایران که بلا بیلو سزاگانو محکوم دیاغا هیوات تر انتقال کو تر دیم محال هم مجد ایرانی مسئولین و پا همکاری اسلامی امارت توانی دلیسی تر سلور زور شاوخا پوری افغان زندانیان سی با ایران که زندانی و آقا را انتقال کی و لا هم حالی زلی روانی دیسی داغا وزیت سی با ایران که افغان مهاجرین و سر روان ده تغییر وکی. برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که باید درباره چگونگی اعدام شهروندان کشور در ایران تحقیق شده و از دسترسی آنان به نهادهای حقوقی نیز اطمینان حاصل شود. در این مورد یک تحقیقی بکنه که با افغانا فرصت یک وکیل داده شده بود یا خیر، که اگر نداده شده بود باز از طریق ملل متحد و از طریق ارگانهای زرفت که در عرصه کار میکنه باید با ایران مذاکره شوه که علل و علتشان با اونا واضح بسازه و حکومت باز و مردم افغانستان شریک بسازه. پیش از این معاون امور بین المللی قوه قضایی ایران گفته بود که نزدیک به 95% زندانیان خارجی این کشور را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. مسئولان در ریاست عمومی پاسپورت میگویند که سطح فساد در این ریاست را نزدیک به صفر رساندند. سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت همچنان اطمینان می‌دهد که در حال حاضر درخواست کنندگان می‌توانند بدون کدام مشکل در یک هفته پاسپورت اخذ کنند. برخی از باشندگان پایتخت نیز از کارکردهای این ریاست ابراز خرسندی می‌کنند. سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت با تلونیوز میگوید که در حال حاضر فساد در این ریاست را نزدیک به صفر رساندند. آمری لوگری از فراهم شدن سهولت‌ها در توزیع پاسپورت به شهروندان کشور نیز اطمینان می‌دهد. پاسپورت ریاست در رهبری دهد سو په نتیجه کې په پاسپورت ریاست کې هیڅ نوع فساد نشته او نشتون لري. د فساد کچه صفر ته رسیدلې ده او هیڅوک د فساد ظلم نه کوي. موږ چې دغه پروسه څومره اسانه کړې ده د فساد د مخنیوي لپاره مو اسانه کړې ده. به گفته سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت روند توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد و روزانه 7000 پاسپورت به درخواست کنندگان توزیع می شود. او اطمینان می دهد که بیماران می توانند به گونه فوری پاسپورت دریافت کنند. وس من کولای شو 2000 هیوادوال ته پاسپورتونه وویشو ظرفیت لوړ ده. خو د اوس لپاره موږ تقریبا د شپږ زره روز پاسپورتونه دیوره چاپ کوو. در همین حال شماری از درخواست کنندگان پاسپورت از ایجاد سهولت ها در روند توزیع پاسپورت خرسند هستند، اما تاکید می کنند که در این روند باید سهولت های بیشتری ایجاد شود. من به پاسپورت دل داخسته او به دیوه ورد که اوم شد او رای ایم پر نو دیر خب وزیعت و دیر خب سری تو با تو نام خلاک خالق دی یوم پر که بد نشته دی تم رسید آم و خلق و غختن ده آقا باید پرسی ځکه دلته پاسپورټونه اکثره خلکو ته زر نه ورکول کیږي. خو باید کوشش وشي، اسلامي امارت باید په دې شي کې جدي پاملرنه وکړي چې دا کار باید زر تر زره حل کړي. مخکې به شپږ میاشتې په اوه میاشت موږ ته نوبت نه رسېدلې څه څه لاندلی اوس چې راسې
بس مطلق راتلای سی خپل پاسپورت په اورس کلاس راتلای سی په دوورس کلاس راتلای سی. بر بنیاد اطلاعات ریاست عمومی پاسپورت در مرکزهای توزیع پاسپورت تمام تسهیلات برای زنان و مردان فراهم شده و با گشایش مرکزهای تازه روند توزیع پاسپورت شتاب یافته است. وزارت معارف از آغاز ثبت نام برای آزمون کنکور سال 1404 عمومی مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی خبر داده. منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت در خبرنامه اعلام کرده است که فارغان صنف 12 و مدرسه‌های دینی که قصد ثبت نام در آزمون کنکور سال 1404 را دارند باید فرم آنلاین را خانه پوری کنند. آقای حمزه در این خبرنامه تاکنون درباره شرکت دختران در امتحان کنکور سال 1404 هجری شمسی چیزی نگفته. بسیاری از باشندگان چمن به علت مسدود بودن گذرگاه چمن سپین بولدک با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو هستند. اعتراض کنندگان در چمن ادعا می‌کنند که حکومت پاکستان تلاش دارد تا باشندگان این منطقه را از لحاظ اقتصادی آسیب برساند. با گذشت 390 روز از اجباری شدن پاسپورت و ویزا در گذرگاه چمن سپین بولدک، هنوز هم این گذرگاه برای باشندگان دو طرف خط فرضی باز نشده است. یک عضو جنبش اعتراضی چمن میگوید که بسیاری از باشندگان چمن با چالش‌های جدی اقتصادی و بهداشتی روبرو هستند و نمیتوانند هزینه آموزش فرزندانشان را بپردازند. فقط گل غندی ماشمان چه ده آقای ده خوراک شاک بندوبست ختم سویده ای او ده آقای ده سکل و ده دارو و ده درمل بندوبست ختم سویده ای ده اه با پاغ خلقو راضی مرو تاسو بیا یو یا بنایو. اعضای جنبش اعتراضی چمن ادعا میکنند که حکومت پاکستان در تلاش سرکوب باشندگان چمن از لحاظ اقتصادی است، اما آنان به مبارزه خود ادامه میدهند. چمن پرلت در ای ورزی در غرکم پتور و بیرغو مقصد چشنی؟ مقصد در کام لار ده مقصد روزگار ده مقصد داده چه در جهان ورونو تاسو معلومات وکي نن خپل کور مړې نه د خپلې ورېندارې سپیکر ستا سره ستا نه د خور فکر ستا نه د دې وطن څه د کونډې او د یتیم فکر د سره ستا خو سبا به داسې ورځ راشي د دې وطن سپین ژورې ځوانان چې نن په دې پرلت کې ناست دي دا به سبا پر دې روډو تا ته ودرېږي درغاړو به دې ونیسي زما وطن به نه خرڅیې. این در حالی است که چند ماه پیش حکومت ایالتی بلوچستان تصمیم برطرف شدن ممنوعیت رفت و آمد از دروازه چمن سپین بولدک را با تذکره و شناخت کارت اعلام کرد، اما پس از یک روز از این تصمیم خود عقب نشینی کرد که در واکنش به آن صدها تن از باشندگان چمن اعتراضاتشان را دوباره آغاز کردند. ادامه خبر ده پس از وقفه. ادامه خبر ده خوش آمدید. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که مسئولیت جانی و صحی کارگران در اولویت این وزارت قرار دارد. سخنگوی این وزارت میافزاید که در بخش‌های گوناگون از کارگران و کارفرماها نظارت دارند و طرز عمل‌های مشخصی در راستای تأمین مسئولیت کارگران نیز وجود دارد و بر اساس آن حقوق کارگران تأمین شده. جریان ساخت و ساز یکی از ساختمان‌ها در یکی از نواحی کابل است. در این میان فیض‌الدین یکی از نادر کارگران است که با پوشیدن کلاه و کارش ادامه می‌دهد. می‌گوید 38 سال می‌شود که سرگرم کارهای ساختمانی است و بارها شاهد آسیب دیدن کارگران از بهر عدم پوشیدن لباس محافظتی شده. او می‌افزاید که در این کار مراقبت شخصی باید در اولویت قرار داشته باشد. ما خوش میشیم که ایمنی را طبقه بسازن که کل چیز باید معیا بسازن برای کارگرا، ایمن برابر کنن برای کارگرا که چون محافظت شوند. فلسکاری کسبه که در صورت بی‌توجهی بر چشم‌های کارگران تأثیر منفی می‌گذارد. سلیم جوان 22 ساله‌ای که از 9 سال به این سو سرگرم فلسکاری است، اما گاه اوقات بدون پوشیدن عینک به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. یک دو روز پیشتر کاکایم چشم خود در میدان آسیب دید چون عینک در چشمش نبود.
و همسیم باعث شد که پشت چشم شاگار کرد. شماری از کارفرمایان در کشور میگویند که در راستای مراقبت و پشتیبانی از کارمندان و کارگرانشان توجه جدی دارند، اما برخی از کارگران در این راستا بی توجهی میکنند. معمولا اینا کلش هم کارگرای روزمزد هستند، دیگه اینا قدر برشان یک قسم عادی معلوم میشه این مسئله سیفتی، اگه وارد دو جانشان میکنی پس او رو بسو میکنن. همزمان با این وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در بخش‌های گوناگون از کارگران و کارفرماها نظارت دارند. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که طرزالعمل‌های مشخص در راستای تأمین مسئولیت کارگران نیز وجود دارد و بر اساس آن حقوق کارگران تأمین است. د غوره شرایط او د قواعد او د په موخه باندې منګه د کار ټولنیز چارو وزارت په چوکاټ کې یو ریاست لرو چې په هغه برخو کې کارګران په فابریکو کې شرکتونو کې کچیرته داس یو کار سره مخ کیږي چې هغه د صحت او د روغتیا لپاره موزر وسیږي د هغه د مخنیوي لپاره لاس په کار کیږي او په دې برخه کې مختلف طرز عملونه دي. بر بنیاد آمارهای نهاد بین المللی کار، سالانه 2.93 میلیون کارگران در سراسر جهان در نتیجه عوامل مرتبط با کارشان جان خود را از دست می دهند و 395 میلیون کارگر آسیب می بینند. وزارت معارف می گوید از که ارتقای ظرفیت آموزگاران مدرسه ها برای این وزارت در اولویت قرار دارد. معین تعلیمات اسلامی این وزارت می افزاید که برای ارتقای ظرفیت آموزگاران مدرسه ها برنامه های زیاد را روی دست دارند و همچنان از آموزگاران مدرسه ها می خواهد تا کیفیت درسی را بلند ببرند. سیمینار ارتقای ظرفیت اعضای انکشاف مسلکی آموزگاران مدرسه ها از سوی وزارت معارف برگزار شده است. معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف در این سیمینار میگوید که آنان برای ارتقای ظرفیت آموزگاران مدرسه ها برنامه های زیادی روی دست دارند و این موضوع برای وزارت معارف در اولویت قرار دارد. کرامت الله خونزاده همچنان از آموزگاران مدرسه ها خواسته تا به کیفیت در مدرسه ها توجه کنند. نن سبا الحمدلله په افغانستان کې یا په خپل هیواد کې په زرګونو مدرسې لرو. په زرګونو مدرسې تشکیل شوي، تثبیت شوي، ایجاد شوي دي. د هغوی لپاره مدرسین انتخاب شوي، استادان استخدام شوي. نو د دې په خاطر باندې چې د موږ دغه هڅه کامیابه وي او دغه علمي او تدریسي کیفیت د موږ ښه شوی وي، نو په هغې کې اولین شرط یو داده چې زموږ مدرس با کیفیت وي. همزمان با این شماری از آموزگاران مدرسه از برگزاری این گونه سیمینارها برای ارتقای ظرفیت آموزگاران مدرسه ها ابراز خرسندی می کنند. بسیار زیاد منفعت داره، فایده داره برای استادا و برای مدرسین، چون اکثر مدرسین ما هستند اونا درس ها رو خواندن در مدارس، ولی میتود درس، شیوه درس، روش درس، اخلاق درس که با شاگردا با کدام روش تدریس شود، از این چیزا آگاهی ندارند. دایر شدن همچین سیمینارها ای طبیعتاً تاثیر خود داره. باز بعد از اینکه ما اینجا سیمینار دیدیم، باز میتونیم که بریم به جای دیگه و باز استادار سیمینار بتیم. بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، هدف از راندازی این سیمینار بلند بردن ظرفیت های مسلکی آموزگاران به شیوه ها و میتود های معیاری تدریس بوده تا بتوانند در 34 ولایت کشور کیفیت آموزش و پرورش را افزایش دهند. پس از وقفه برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. هیئتی از وزارت معارف و رهبری شهاب الدین ثاقب رئیس دفتر این وزارت در سفر یک هفته‌ای به مالزیا رفته. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که این هیئت قرار است با مسئولان وزارت معارف مالزیا و آموزگاران این کشور درباره موضوعات گوناگون به شمول همکاری‌های دو جانبه گفتگو کنند. هیئتی از وزارت معارف به سرپرستی رئیس دفتر این وزارت به مالزیا سفر کردند. سخنگوی این وزارت می افزاید که این هیئت در سفر یک هفته‌ای با مقامهای وزارت معارف مالزیا، علما و آموزگاران این کشور دیدار و در مورد همکاری دو جانبه گفتگو خواهند کرد. دغه پلاوی به د خپل سفر په ترڅ کې د مالزیا هیواد د پوهنې مسؤلین و علما کرام و د مدارس و مکتبونو له مدرسین و استادانو سره په کتنه کې د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو، فرصتونو، ننګونو په تړاو هر اړخیز معلومات وړاندې کړي، او هم به د یاد هیواد د بیلابیلو ښوونیزو بنسټونو له مهمې
او کلیدی مشرانو سره خبرې اترې او نظرونه تبادله کړي. د یادونه ورده چې په دغو کتنو کې به د دواړو هیوادونو د پوهنې مسؤلین خپل علمی تجربې هم یو بل سره شریکي او په یاد برخه کې به د دوه اړخیزو همکاریو په تړاو بحثونه وکړي. همزمان با این برخی از آموزگاران دانشگاه سفر این هیئت را در راستای ایجاد زمینه‌های بیشتر آموزشی سودمند می‌دانند. میتونه بسیار مؤثر باشد در صورتی که خود بزرگای امارت اسلامی و کسایی که در این هیئت اشتراک کردند اینا بیاین واقعا کار بکنند دوباره در افغانستان. میتواند الگویی که از کشور مالزی یا نظام امارت اسلامی بگیرد در تغییر سیاست آموزشی این کشور مؤثر واقع خواهد شد. این در حال است که پیش از این سرپرست وزیران تحصیلات عالی و معرف به هدف اشتراک در دومین کنفرانس جهانی وزیران تحصیلات عالی و معرف به روسیه نیز سفر کرده بودند. میان برنامه کوتاه. ادامه خبرها از تولونیوس. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از سفر هیئت به شمول رئیس میدان هوایی و رئیس هواشناسی امارت اسلامی به ازبکستان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت هدف از این سفر را اشتراک در نشست هواشناسی ازبکستان عنوان می‌کند. در چوکات این هیئت نمایندگان وزارت‌های خارجه، انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی مبارزه با حوادث نیز حضور دارند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که هیئت به شمول رئیس میدانهای هوایی و رئیس هواشناسی امارت اسلامی به هدف شرکت در نشست هواشناسی به ازبکستان سفر کردند. سخنگوی این وزارت تاکید میکند که این نشست به تاریخ 4 نوامبر سال جاری میلادی برگزار میشود و قرار است در آن درباره همکاریها در زمینه تجهیزات هواشناسی، مدلهای هواشناسی، دسترسی به ساتلایت هواشناسی، چگونگی کاهش خطرات از آفات طبیعی بحث شود. د دې سفر موخه په ازبکستان هیواد کې د هوا پیژندنې په برخه کې په کنفرانس کې ګډون کول دي چې یاد کنفرانس د هوا پیژندنې نړیوال سازمان په همکارۍ دایریږي چې مختلف ورکشاپونه به ولري چې د هوا پیژندنې نړیوال سایت ته یا سټلایټ ته لاسرسی همدارنګه د هوا پیژندنې په برخه کې د نویو تجهیزاتو په برخه کې ورکشاپونه پکې دایریږي. در همین حال برخی از آگاهان اشتراک هیئت از امارت اسلامی را در این گونه نشست ها در کنار توسعه رابطه افغانستان در تقویت سیستم هواشناسی تاثیرگذار عنوان میکنند. بنان اشتراک افغانستان در همچو کنفرانس ها و مجالس بسیار ضروری و حیاتی است و این باعث میشه که ارتقای ظرفیت تکنیکی و مسلکی افغانستان در این بخش بالا بره و بالا رفتن این ظرفیت ها باعث میشه که تلفات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی کاهش بیاید. دغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي دوی به زمنګ سره په دې برخه کې مسلکي او فنی ورکشاپونه په لار باندې واچي او دلته به زمنګ خپل اشخاص او افراد په دغه برخه کې ټریننګ تر څو موږ وشو کولای په خپل کور د نن زمنګ د هیوادوالو لوري زمنګ د متخصصینو د لوري چې په هغه برخه کې دوی زده کړې کړي دي دغه حوادثو د مخنیوي په خاطر باندې به دوی لازم اقدامات وکړي. بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نشست هواشناسی ازبکستان نمایندگان وزارت‌های خارجه، انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی مبارزه با حوادث امارت اسلامی نیز حضور دارند. معاونیت اقتصادی ریاست وزرا آمار می‌دهد که در جریان سال 1403 هجری خورشیدی کار 16 پروژه زیربنایی در نقاط گوناگون کشور آغاز شده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید این پروژه ها در سکتورهای تولید انرژی، جاده سازی، ترانسپورت و مدیریت آبند که کار آنها جریان دارد. در همین حال اتاق صنایع و معادن راه اندازی پروژه های زیربنایی در سکتورهای گوناگون را در راستای رشد و توسعه اقتصاد افغانستان اثرگذار می‌داند. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سال روان خورشیدی 16 پروژه را در سکتورهای تولید انرژی، جاده سازی، ترانسپورت و مدیریت آب افتتاح کرده است. انرژی، زیربنا، ترانسپورت و بو مدیریت په برخو کې شپارس بیلابیل پروژه پرانستل شوی. په دغو پروژو کې د 2.15 میگاوات لمریز برېښنا، د ارغندی سبستیشن پراختیا، د پاشتان، پلتونی او غاجان بندونو پرانسته او د کابل جلال آباد او کابل غزنی دوهم لاین سړکونو پرانسته هم شامل و. د
در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که آغاز ساخت و ساز پروژه ها در سال روان در زمینه فراهم شدن کار برای مردم و بلند رفتن اقتصاد خانواده ها اثرگذار بوده است. پروژه په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو لپاره کاری فرصتونه رامنځته کوي او د کورنیو د عاید د زیاتوالي سربیره د لګښتونو په کموالي او د ټولنیزې هوساینې د زیاتوالي سبب هم ګرځي. در سوی دیگر اتاق صنایع و معادن نیز راه اندازی پروژه های زیربنایی در سکتورهای گوناگون را در راستای رشد و توسعه اقتصاد افغانستان مهم میداند. پروژه های بزرگ اقتصادی زیربنایی میتونه برای ثبات اقتصادی افغانستان، ثبات اشتغال و کاهش فقر بسیار مؤثر باشه. از انتقال انرژی گرفته تا سرک های القوی و تا سرمایه گذاری های در بخش معادن، اینها میتونه که هم اشتغال پایدار به بار بیاره، هم از نظر اقتصادی برای افغانستان خوب باشه. این در حالی است که مسئولان در امارات اسلامی همواره از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرده است تا روی پروژه های زیربنایی افغانستان در سکتورهای گوناگون سرمایه گذاری کنند. وزارت مالیه از مسترد ساختن 128 تانکر تیل بکیفیت از 3 بندر کشور در یک هفته گذشته خبر می‌دهد. بر بنیاد اطلاعات این وزارت، این مقدار تیل پس از تثبیت کیفیت از بنادر ابونصر فراهی، نیمروز و حیرتان و کشورهای مبدا برگشتانده شدند. سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که آنان برای جلوگیری از واردات تیل بکیفیت به گونه جدی اقدام می‌کنند. وزارت مالیه میگوید که ریاست تثبیت کیفیت مواد نفتی این وزارت از میان 128 تانکر تیل، 95 تانکر تیل را از گمرک ابونصر فراهی، 31 تانکر از ولایت نیمروز و 3 تانکر دیگر را از گمرک حیرتان بلخ پس از تثبیت کیفیت دوباره به کشورهای مبدا مسترد کرده است. د مالیه وزارت د نفتی توکو د کیفیت او سارنی ریاست په تیر اونۍ کې د فرا، نیمروز او بلخ ولایتونو له گمرکونو څخه 128 تانکر بې کیفیت تیل بیرته ګرځولي دي. د یادونې وړ ده چې د نفتي توکو د کیفیت او څارنې ریاست د ټاکل سوو معتبرو معیارونو له مخې هیواد ته لوړ کیفیت او معیاري نفتي توکو د واردولو زمینه برابروي او د بې کیفیته نفتي توکو له واردولو څخه په کلکه مخنیوی کوي. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاکید بر واردات اقلام با کیفیت در کشور می افزاید که استاندارد مواد نفتی که از سوی حکومت تعیین شده است باید به دسترس اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه نفت و گاز افغانستان قرار بگیرد تا بازرگانان بر بنیاد آن مواد نفتی مورد نیاز کشور را وارد کنند. تقاضای ما امی است از حکومت که تانکرها و زمانی که در بنادر می رسند باید در ظرف یک یا دو روز تعیین سرنوشت شوند. همچنان استانداردهایی را که اونا می خواهند باید به وطن ما وارد شود، اون ما را تای جدول به ما روان بکنن و به در مجموع اعضای اتحادیه نفت و گاز افغانستان روان بکنن تا ای که اونا با می استانداردی که می خواهند امو را وارد کنن. افغانستان حدود 90% نیازمندی های خود را از رهگذر مواد نفتی از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ایران خریداری می کند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که سهم امارات اسلامی از معادن واگذار شده به شرکت‌های داخلی و خارجی از 13% تا 56% است. سخنگوی این وزارت تاکید می‌ورزد که تمامی معادن افغانستان بر اساس رقابت آزاد میان شرکت‌های داوطلب قرارداد شده و شفافیت کامل در این پروسه در نظر گرفته شده. در این میان اتاق صنایع و معادن سرمایه‌گذاری‌ها روی معادن گوناگون افغانستان را به سود اقتصاد کشور عنوان می‌کند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که سهم امارات اسلامی نظر به نوعیت معادن و منرال ها به شرکت های داخلی و خارجی متفاوت است و از 13% آغاز تا 56% ختم می شود. سخنگوی این وزارت از شفافیت در روند واگذاری معادن کشور اطمینان می دهد و می افزاید که شرکت ها پس از گرفتن معادن مکلف به ارائه خدمات اجتماعی در ساحه استخراج معادن نیز هستند. فیصدی امارات اسلامی در معادن او نظر به منرال ها فرق می کند. مثلا ما در معادن آهن 13% امارات اسلامی سهم دارد، همچنان در معادن مس تا 19.5% و 20% سهم امارات اسلامی هستند. در معادن سربوجست از 20% گرفته تا 50% سهم امارات اسلامی هستند و همچنان در معادن طلا 50% تا 56% فرق میکنه نسبت به منرال ها.
اتاق صنایع و معدن با تاکید بر استفاده عواید گردآوری شده از معدن در پروژه های زیربنایی میگوید که استخراج و پالایش معدن در رشد و توسعه اقتصاد کشور اثرگذار است. هر معدن بزرگ که استخراج میشه بخش از او پول باید در پروژه های زیربنایی به مصرف برسه تا که یک حرکت اقتصادی به میان بیاید. و در حال حاضر بعضی از پروژه های زیربنایی مثل سرک های القوی که اینا داره کار میکنه تمویل از او توسط امی پول معادن یک قسمت از او تمویل میشه. زمانی که شما یکی از معادن استخراج میکنین و مراحل پروسس و تولید از او در داخل کشور صورت میگیره، از یک طرف شما میتونین زمین کار ایجاد بکنین و از سوی دیگه شما میتونین که با ارزش افزوده به این مواد میتونین که به قیمت گزاف به فروش برسانین و بتونین خلق ارز بکنین. پیش از این وزارت معدن و پترولیم گفته بود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور از استخراج معدن به گونه غیر قانونی جلوگیری شده و در راستای مبارزه با مافیا وزارت معدن و پترولیم دستاوردهای چشمگیری داشته است. رئیس تربیه معلم و انکشاف مسلکی وزارت معارف در سفر به ولایت پکتیا میگویند که به هدف تقویت روند آموزش تلاش‌ها را آغاز کردند. در همین حال شماری از اعضای ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی که در سمینار آموزشی به آموزگاران این ولایت میگویند با تطبیق پروگرام توسعه آموزگاران مسلکی چالش‌ها در بخش معارف کاهش خواهد یافت. یک سمینار آموزشی به هدف تقویت روند آموزش برای آموزگاران در ولایت پکتیا برگزار شد. رئیس تربیه معلم و انکشاف مسلکی وزارت معارف در این سمینار آموزشی در پکتیا میگوید که آنان برای معیاری سازی روند آموزشی در کشور تلاش میکنند. تقریبا 5000 فوری احصایه لرو چې د خلافت شته او خلافت مسلک معلمین لرو او سره په څنګ کې د 10000 په شاوخه کې 12 فصل لرو نو د انکشاف مسلکی اعضا چې کله مکاتب او تزیه او نسنجي کې د خلګ معلمي چې آیا د لوړو برنامو ته معرفي کو چې 12 فصل اسې 14 فصل کو او که دغه برنامه ته معرفي کو چې خلاف د رشته او خلاف د مسلک تقریبا یو نیم کال هغه برنامه هم پیتری گوی غته معرفي کی هغه 100% د کډری د استادانو د فارغ ان شاء الله په اینده کې حواله جناب عمر صاحب ته اشاره وکړه. دوهم موضوع د ترانسپورت یا د ترانسپورت د روانیاتو د نشته چې دغه ټوله هیڅ پیغام ډېره تکنیکلې د مکاتبو صحت په اخیر اندازه لري دي. در همین حال شماری از اعضای ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی وزارت معارف در پکتیا میگویند که با تطبیق توصیه برنامه انکشاف آموزگاران چالش ها در بخش معارف کاهش خواهد یافت. اوس مهال چې موږ کله د مکاتبو کې د ښوونکو نظارت کوو هلته دوی سره موږ یو حمایوي نظارت دی چې کومې ستونزې لري د حل لار ورښیو که څوک په تدریس کې ستونزه ولري په خپل مضمون باندې حاکمیت نه لري په هغې کله همکاري ورسره کوو. همدارنګه که چیرې کوم مدیران سرمعلمان په اداري برخه کې ستونزه ولري هم د دوی هغه نواقص ورته ښیو او هم د حل لارې ورته ښیو. اگر ای برنامه و ای سیستم و ای انکشاف مسلکي معلمین به معنای واقعي در افغانستان تطبیق شود واقعا تمام بحران‌های علمی و اکادمی که بخش معارف ما را انشاءالله کسی حل میکنه چون این برنامه یک برنامه استاندارد جهانی است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در کشور بعد از توسعه روند آموزشی تلاش‌های بیشتری انجام شده است، اما کمبود آموزگاران مسلکی، امکانات آموزشی و سرپناه از چالش‌های بزرگ در برابر روند آموزشی به شمار می‌رود که مسئولان وزارت معارف از رسیدگی به این چالش‌ها اطمینان می‌دهند. یک شفخانه خصوصی در جوزجان با سرمایه‌گذاری 600 هزار دلار آمریکایی با دستگاه و وسایل پیشرفته بهداشتی مجهز شده. پیش از این باشندگان ولایت جوزجان، سراپول و فاریاب به علت نبود دستگاه‌های مجهز و معیاری بیمارانشان را به ولایت‌های بلخ، کابل و یا پاکستان انتقال می‌دادند. باشندگان جوزجان همچنان خواستار مجهز شدن شفخانه‌های حکومتی با دستگاه‌ها و ابزارهای بهداشتی پیشرفته هستند. دستگاه امارای و پلروسکوپ دو روش پیشرفته تصویربرداری پزشکی هستند که برای به دست آوردن تصاویر دقیق از بافت‌ها و اندام‌های داخلی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو فناوری از میدان‌های مغناطیسی و امواج رادیویی و اشعه اکس استفاده می‌کنند که به پزشکان کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف بدن را با جزئیات بررسی کنند.
مسئولان محلی جوزجان در مراسم گشایشی ابزارهای پیشرفته بهداشتی ارائه خدمات به موقع برای بیماران را یک نیاز جدی می‌دانند و از پزشکان می‌خواهند تا در فراهم آوری سهولت‌ها به بیماران و بیمارداران بیشتر تلاش کنند. واقعا شما دکتر صاحب متخصصی یک خدمتگار جامعه است که جامعه ما، کشور ما، وطن ما، خصوصا ولایت جوزجان ما به شما ضرورت داره. مرور زمان مالکین خود شفخانه در قسمت های مختلف سرمایه گذاری کردن و اخیرا یک پای ماشین امارای تقریبا قیمتش در حدود 2,50,000 دلار آمریکایی و همچنان در قسمت تجهیز ماشینات فول اتومات در بخش لابراتوار ما چیز در حدود 350,000 دلار آمریکایی این سرمایه گذاری. شماری از باشندگان جوزجان همچنان خواستار مجهز شدن شفاخانه های حکومتی با دستگاه ها و افزارهای بهداشتی پیشرفته هستند. اول که دلتا نوی نومش کابل تطلو مزایر تطلو بس شاید در پاکستان هم تلی وی اوس خو انشاءالله در علایت شفاخانه دیر کامیاب دکتران لری تمام مسائل شورده سایه کن اقباقه کتمقش بر ضرورت شورده هم امکانات بارا کن خیلی اشکارش داختد روز بر روز ساعت به ساعت یخش مرس شکر فضل خدا. این دو دستگاه در حال گشایش و مورد استفاده قرار می گیرند که پیش از این باشندگان ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به هدف درمان بیماری ها به ولایت بلخ، کابل و یا هم بیرون از کشور سفر می کردند. بازار وسایل زینتی چوبی در ولایت کنر نسبت به گذشته رونق گرفته است. شماری از تولید کنندگان این وسایل در کنر میگویند وسایل ساخته شده زینتی آنان از چوب توجه گردشگرانی که به این ولایت میآیند را به خود جلب کرده. اما مسئولان محلی میگویند به هدف پشتبانی از تولیدات داخلی به زودی یک نمایشگاه را در این ولایت برگزار میکنند. وسایل زینتی دستساخت نجاران و نتیجه زحمات آنان. این وسایل زینتی چوبی دستساخت در ولایت کنر است که در ماه‌های پسین بازار خرید و فروشیان بیشتر رونق گرفته است. این وسایل زینتی توجه گردشگرانی که به این ولایت سفر میکنند را نیز به خود جلب میکند. در میوه‌دانه و پتنوسونه و میزونه و ساتونه، چمچه، در تیلیار بی تازه میوه جاله، اونگونه، بیتونه، هر قسمه شی مکس شته پدنسونه دی اوس مثال د لاس کارواله هم شته ساده کارواله هم شته د چینای او د پاکستاني د دغه نه په دغه په پرتاله لارګي هم ډیر خایسته لارګي دی د ډیر واخه پورې کار کوي. بازار ماشاءالله اوس چې د پرمختګ کړی دی او د خلک چې نور زین نه چیرې شي د کونړ ولایت ته نو خلک دا جنس ډیر زیات خوښي نو دا یو توپی په شکل وړي او بل چې زمونږ دلته سیلانیان راځي نو عموما د کونړي لارګي ډیر نویت هم خوښي او کیفیت هم خوښي. تولید کنندگان اشیای زینتی خواستار همکاری در بخش انتقال این ساخته های زینتیشان به دیگر ولایت های کشور هستند. مشکل داده چرا هم در کنل داخل هم مونگتا لرگه بنده لرگه نازادیگی او بل دا کم شاین چه مونگا جور کلی دی دقا نور جلالبات و دست کابل نور ولایتون تن دقا ندا انتقالیگی مونگ چی دا کم شاین جورو دیده پارا مونگ ازادی وارو دلته موږ ته د لرګي کمبوتیات ډیر دی لرګي نشته رسیدګي نشو کولای په دې خاطر موږ ډیر زیات مشکلات لرو. در همین حال مسئولان محلی میگویند که در این هفته نمایشگاه سه روزه را به هدف معرفی و بازاریابی تولیدات داخلی برگزار میکنند. دغه نن درتون هم دغه د فارې د داخلي تولیدات او دروشو په روشو د دین کې شاپ لپاره دي چې دغه لپاره بازار موندنه وشي هغه چې زمونږ وطنوال خپل تولیدات ویني او هغه په خپل روزمره ډول په خپل دغه ژوندۍ کې استعمال کړي. بر بنیاد معلومات ریاست صنعت و تجارت کنر همکنون حدود 450 کارخانه بزرگ و کوچک در این ولایت فعالیت میکنند که برای صدها تن نیز به گونه مستقیم زمینه کار فراهم شده است. برای بیش از 8000 کشاورز در نیمروز تخم گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شده. مسئولان محلی میگویند این کمک ها به هدف افزایش فراورده های کشاورزی در این ولایت توزیع شده. کشاورزان اما این کمک ها را بسنده نمی دانند. مسئولان محلی در نیمروز به همکاری یک نهاد مدد رسان داخلی برای بیش از 8000 کشاورز تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی توزیع کردند. این کمک ها در شهر زرنج مرکز نیمروز و ولسوالی های این ولایت توزیع شده است. مسئولان هدف از توزیع این کمک ها را افزایش فراورده های کشاورزی در این ولایت می دانند.
امروز ما به شما شاهد افتتاح توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمیایی برای دهاقین هستیم که اونا گندم کشت میکنن در سطح ولایت نیمروز. ما امروز ولسوالی دلارام، خاشرود، چخانسور و شهر زرنج تحت پوشش قرار داده. دی موسسه در طرف دی موسسه او دی ریاست زراعت و سرپرستی که در بزگران و تا دی قرار و تا در تخم و سپین و تور کود توجیه کنه. صدا تقریبا په څلور ورسوالیو کې او د مرکز په مرکز کې توجه کیږي. په ټول ولایت کې تقریبا شاوخوا 8000 کسانو ته توجه کیږي. کشاورزانی که این کمک ها را دریافت کردند میگویند که برای رشد و افزایش فراورده های کشاورزی به کمک و همکاری های بیشتر نیاز دارند. ما از این کمک ها خوشحال هستیم و فایده و زیاد فایده داره. ما مردم یکی مستمندی داره، ای چندان نداره و دولت از طرف دولت و مؤسسات همی کمکات میشه، بسیار خوشحال هستیم. و این کمکه ای که هسته به صورت تخنیکیه و بهتر حاصل میده. اینا با ما چیز کافی نیست، با ما همکاری زیاد میخواییم. مردم فقیره، مرزا بسته، او نیه، مردم خیلی خسته، نگرانه، مردم تشویش داره. بیاد دارم میرم به ایران، به کشور همسایه، اون میزنه لکه تو کوب میکنه، پس بیرون میکنه به افغانستان. اگر آب باشه مقصد کوتی به ما رسیدگی بکنه با ما فایده داره، اگر نباشه سرزره بگردم مشکلاتات مردم زیادی هست، کم نمیشه. یعنی به اماراتی اسلامی خوب همکاری میکنه به همراه این مردم، چیز همکاری داره. این در حالی است که فراورده های کشاورزان در نیمروز در پی خشکسالی های سالهای گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته بود، اما امسال به علت بارش باران و آبیاری شدن زمین های کشاورزی در این ولایت فراورده های کشاورزی نیز افزایش یافته است. مسئولان محلی پروان از بازگردانیدن بیش از 1700 جریب زمین غصب شده در چهار ماه پسین در این ولایت خبر می‌دهند. این زمین‌ها از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین از ساحات و ساحات مرکز و ولسوالی‌های پروان از چنگ غاصبین آزاد شدند. باشندگان پروان اما از مسئولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا در مورد شفافیت این روند جدی عمل کنند. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در چهار ماه پسین بیش از 1700 جریب زمین که شامل شهرک ها، خانه ها و زمین های کشاورزی است را شناسایی و پس گرفته است. این زمین ها از ساحات مرکز و ولسوالی های پروان از چنگ غاصبین آزاد شده اند. تیم تکنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد ملکیت های از غصب شده ولایت پروان امسال در چهار ماه نخست 1760.14 جریب زمین را در مناطق مختلف به شمول مرکز و ولسوالی ها استرداد نمودند و سال گذشته هم به تعداد 460 جریب زمین از نزد غاصبین استرداد گردیده بود. شمار از باشندگان پروان اما از مسئولان در حکومت سرپرست میخواهند تا در مورد شفافیت این روند جدی عمل کنند. از غاصبین یارا گرفت دوباره باز به اشخاص و افرادی که مستحق بودند برگشتند و از دولت بود باز دوباره مدغم کرد به زمین های دولتی. خواست ما از امارت اسلامی است که همه زمین هایی که قبلا از زورمندان و غاصبین غصب شده بود دوباره پس دوباره به مردم واقعیش سپرده شود و به صورت شفاف و عادلانه صورت بگیره. بر بنیاد معلومات مسئولان سال پار نیز بیش از 400 جریب زمین از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد ملکیت های غصب شده در ولایت پروان پس گرفته شده بود. یک منازعه میان دو خانواده در ولایت کندوز که در نتیجه آن چهار تن جان باخته بودند با پادرمیانی مسئولان و بزرگان قوم پایان یافت. این منازعه میان این خانواده ها 20 سال ادامه داشت که پیامد آن چهار کشته و یک زخمی بوده. هر دو خانواده تعهد کردند به این خصومت پایان داده و به گونه ای صلح آمیز زندگی می کنند. آقا میر ناصری یکی از بزرگان قوم میگوید که این منازعه میان دو خانواده حدود 20 سال پیش رخ داده بود که در نتیجه آن چهار تن از هر دو طرف کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. دو طرف منازعه با حضور مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان قومی به خصومتشان پایان داده و تعهد کردند که پس از این به گونه صلح‌آمیز به زندگیشان ادامه می دهند. در صورت سرپیچی از این فیصله قومی و آغاز خصومت دوباره، متهم مکلف و پرداخت 5 میلیون افغانی جریمه نقدی خواهد بود. با نظام به پشتیوانی سره او د دی علماء او د سپینګرو په همکاري سره نن الحمدلله هغه ورونه سپرون دواړه
په یو مرچه کې ناسو د یو بل وینو سرب سي ګرځېدل. نن الحمد دواړو یو بل سره د ورورولي او د اشتی فضا رامنځته کړو. طرفین این منازعه که به تازگی دست از دشمنی و خصومت کشیدن از این فیصله و پایان خصومتشان خرسند هستند. دمنګه دا شل کار دا دشمنی وخت ومنده اوس ډیر خوشاله چې دا دشمنی په خوشاله سره د بین لاړه په خوشاله سره باندې یاشتي سو موږ ډیر خوشاله دا د پولیس پرتی په سر په جنجالو او دل ما باندې کې مسلور د نشایدان ورکړي یو د زخمی ده او د مبارکه مالی توان نه کورنه وجارته هم دي او ان شاء الله موږ د اسلام امارت نه ډیر خوشاله. در همین حال وزارت سرحدات، اقوام و قبایل بر پشتیبانی از همچون جرگه های قومی که سبب حل خصومت ها میان خانواده ها می شوند تاکید می کند. داست قومی مشران حلیزه دیکی مونگا دیده پرا پشتیبانی که و دیده شاعت و الاریو او پدار اکم غندو که و سر شرکت که که دیر غط منازعاوی چه دیده تر صلاحیت نپورتوی او دیده نسی خلاصه ولی نو مونگا پا هر وقت که کبشپایی و که پورازی پا که گرون که و ترسو پوری در افغانستان ولسونه پا امن و سکاری که زوند دیگه. این در حالی است که به گفته مسئولان در 3 سال پسین بیش از 200 منازعه بزرگ و کوچک قومی و خانوادگی از طریق جرگه های قومی در کندوز پایان یافته است. فرماندهی امنیه کندهار از کشف و ضبط بیش از 100 هزار کیلوگرم مواد مخدر در 6 ماه گذشته در این ولایت خبر می‌دهد. در این مدت افزون بر تخریب 15 کارخانه تولید مواد مخدر 200 تن نیز به اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شدند. نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنی کندهار می‌گویند که در جریان 6 ماه عملیات در برابر مواد مخدر 150,348 کیلوگرم مواد مخدر، 769 لیتر مواد مایع ساخت مواد مخدر، 37 وسایل نقلیه را به دست آوردند و 15 کارخانه تولید مواد مخدر را نیز از بین بردند. با گفته مسئولان در این مدت به اتهام کاروبار مواد مخدر 256 تن را نیز بازداشت کردند و پرونده هایشان به ادارات عدلی و قضایی سپرده شده است. تیرو شپږو میاشتو کې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې چې کوم نشي توکي یعنې وړل شوي دي یا کوم نشي توکي له منځه وړل شوي دي د هغوی تعداد 153,348 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي چې هغه په ځینو سوځل شوي دي او ځینې اوس هم پلانډر شوي سوځي او 1.5 لیټره مایع کیمیاوي مواد چې په نشي توکو کار ځینې اخیستل کېږي هغه نیول شوي دي. شماری از معتادان درمان شده از مسئولان امنیتی می خواهند که به هدف جلوگیری از فروش مواد مخدر تلاش هایشان را در شهرها جدیتر بسازند. دا ساکیان چنگ مجازات کشید طول اوان پخته کردی دی کشتر نزل پخته کردی دی منا مجا پخته کردی دا ساکیان کشتر چه مجاجین وکی چه وینیس یا کانون منگولی چه وسپاری بلی همی ساکی اکی بانچو ما انشالله درست میشیم. بر بنیاد معلومات فرماندهی امنی کندهار در یک ولایت افزون بر جلوگیری از کشت کوکنار در 3 سال پسین بیش از 6,000 معتاد به مواد مخدر را نیز درمان کردند. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر دست. همراهیتان سپاسگزارم. تا بعد بقیه شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.